مثلا اینکه در آیات سوره نور میگه که تعبیر قمز بصر نیست، تعبیر قز بصره. قمز بصر یعنی اصلا نگاه نکن به زن، به زنها نگفته قمز بصر، تو اصلا کلا نباید به هم نگاه کنن تو جامعه. میگه قز بصر یعنی خیره نشین به هم، یعنی نگاه نکن، نگاه طولانی معنی دار نکن، نگاه های مکرر نکن. نگفته اصلا نگاه نکن، نگاه عادی عیبی نداره، چشم چرانی به اصطلاح. و هم قرآن هم به مرد میگه چشم چرانی نکن، هم به زن میگه. و این تعبیر خیلی جالبه، هم به مرد میگه که پاک دامنی، پوشوندن اندامهای جنسی و اینکه روابط جنسی نامشروع نداشته باشه، هم به زن. اتفاقا به نظرم اگه اشتباه نکنم اولا خطاب با مرد شروع میشه، یعنی اول به نظرم اول میگه که به مردان مؤمن بگو که چشم چرانی نکنید. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مردهای به مردان مؤمن بگو که به زنها خیره خیره نگاه نکنند. بعد میفرماید چه بعد من فهو ازکالهم، پاکیزه تر خواهند بود، برای پاکیزگی خودشون اینو رعایت بکنن، که یکی از فلسفه و اهداف حجاب. بعد خانوما همینو میگه، میگه خانوما در نگاه کردن مراقب باشن. این شأن نزول این آیات سوره نور هم که دوستان میدونن خیلی بهم شأن نزول جالبه، که یکی از جوانان پسران جوان مسلمان داشت تو خیابون میرد، یه خانومی رو دید که چون اون موقع یا حجاباشون و روسریاشون و خانومها از پشت سر میبستن به پشت گردنشون، ولذا گردن و مثلا سینه و اینا پوشیده نبود. شأن نزول این آیات اینه که یه پسر جوانی داشت میرد از روبرو با یه خانومی که روسریشو بستن پشت گردنش، نگاهش به اون خانوم افتاد، همطور حواسش پرت شد به اون نگاه کرد، جلو پاشو نگاه نکرد، حواسش بود این خانومه بود، همینطور یک رد شد اینم برگشت، دیگه به جلو پاش نگاه نمی کرد. بعد صورتش محکم خود به دیوار، یه شیشه استخون چیزی تو دیوار بود و یه پیشانی به صورتش برید و خونی شد، خون سرازی شد تو صورت و پیرهنش. بعد اتفاقا نماز پیش پیغمبر رو موقع نماز بودن، پیغمبر میگن چی شده؟ گفت قضیه اینجوری بود، من داشتم تو ترون میرفتم مثلا نگاه کردم به خانومی اینجوری شد. پیغمبر فرمودن نوش جانت، این کفاره باشه برای اینجور نگاه کردن به یک زن مسلمان و به یک زنی که داره تو خیابون راه میره. تو چرا بگم که بعد از این آیه حجاب آمد که به خانم های مسلمان بگو که این روسریشون و به حجابشون رو باید گردن و سینه‌شون رو هم بپوشونن. یا یه تعبیری داره که یه وقتی پیامبر که اینقدر راحتی در مسائل نیازهای مشروع جنسی داره اسلام و از جمله خود پیامبر که میفرمودن کسی که ازدواج نکنه محرومیت جنسی برای خودش ایجاد بکنه لیس منی، درسته؟ فرمودن کسانی که برای خودشون محرومیت جنسی ایجاد میکنن اینا از من نیستن، از ما نیستن، از امت من نیستن. تو فرهنگ اسلام عقده جنسی و محرومیت جنسی نداری، رعایت اخلاق و تعادل باشه. در این حال حساس بودن روی مسائل. یه جا نقل شده که پیامبر ایستاده بودن، یکی از یه جوان پسر جوان مسلمان با پیغمبر بود، از اصحاب پیغمبر داشتن میرفتن، یکی از خانمای مسلمان آمد با پیامبر صحبت کنه، یه سوالی کرد از پیامبر. این پسر این آقا پشت پیامبر، این بغل پیغمبر این پشت بود، این خانم هم روبروی پیامبر. اونجا پیامبر همونطور که داشت با این خانم صحبت میکرد اون سوال میگرد جواب داد، پیغمبر دن این پسر خیره شده به صورت این خانومه و داره نگاه های معنیداری بهش میکنه. تو روایت داره که پیامبر دست شده گذاشتن به صورت این پسر، روش برگردونه، گفتن آقا جون اون رو نگاه کن و صورتش رو چرخون پیامبر. معمولی چه طرز نگاه کردنه یک مرد مسلمان به زن مسلمان؟ اینا این حساسیت ها به این قضیه هست. راجع به این که اون زینت و زیورالاتی که در آیه آمده منظور چیز شن، با اختلاف نظری هست بین مفسرین و فقها. تعبیر دیگه که تو قرآن آمده آیه 32 سوره احزاب، تعبیرش هست که به خانومها بگو که تبرج به سبک جاهلیت اولا نکنن. تبرج یعنی خودنمایی جنسی، یعنی عرضه بکنی به جاذبه های زنانه خودت رو به رخ مردها بکشید تو خیابان، توی عرصه عمومی، و هی خلاصه علامت بدی. آیه 60 سوره نور که یه مقدار فلسفه حجاب روشن میکنه، میگه که راجع به خانمایی که مسنن، یه کمی دیگه پیرزن شدن و خلاصه دیگه از سن ازدواج و این که مثلا یه مردی بهشون نگاه بکنه، از این سن دیگه تقریبا خارج شدن، میفرماد به اونا بگو که شما حجاب خیلی سفت و سختی لازم نیست داشته باشید، واجب نیست، میتونید خیلی سفت و سخت نگیرید دیگه، چون معلوم میشه فلسفه حجاب چیه، یکیش مربوط میشه به همین مسئله، یعنی به مسئله جاذبه جنسی مربوط میشه. آیه قرآن میفرماد که القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، خانم های مسنی که دیگه امید ازدواج ندارن و از سن خاص چیز زنانگی اینها گذشتن، اینا بگید که
دیگه امید ازدواج و این که خواستگار براش پیدا بشه و اینا دیگه نیست، فلیس علیهن جناح، دیگه حجاب سفت و سخت بر شماها واجب خیلی نیست، خیلی نمیخواد. خب عرف ما رو من کار دارم، من دارم قرآن رو میگم. البته قرآن بعدش میگه، میگه که در این حال راجبه حتی همین خانم هم میگه که تعبیر اینو میاره که غیر متبرجات، یعنی به شرطی که همونا هم تبرج نکنن، یعنی حتی یا خانم مسن هم میتونه باز تبرج بکنه و یه جوری جاذبه برای خودش ایجاد بکنه، غیر متبرجات به زینت. خلاصه نقشه تو نقشه نباشه، اگه تو نقشه نباشه در حالت عادی باشه و اینا چیز نباشه، اون حجاب سفت و سخت یک دختر جوان رو یک زن پیری که مثلا یک کمی از شکل شمایل افتاده، قرآن میفرماد اون مقدار دیگه واجب نیست، نه اینکه بی حجاب بشه، نه اون مقدار سختگیری رو میگه اون مثلا چوده سن بازنشستگی جنسی اینا، به خصوص چون طرف مرده. عرض کردم در مورد مرد آقایون تقریبا بازنشستگی جنسی تقریبا ندارن. یا این آیه قرآن که میفرماد که به خانوما، به این خانوما بگو که لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. ممکنه کسی حجاب ظاهری داشته باشه، خودش پوشیده باشه، بدنش ظاهرا، ولی طرز حرف زدنش معنی دار باشه. قرآن میفرماد به این خانوما بگو که یه جور مخصوصی که خودتون میدونید اونجوری حرف نزنید، میفرماد اونجور مخصوص نگاه نکنید، طرز راه رفتنتون، طرز راه رفتن باز آیه قرآن رسیده که لا یضربن بارجلهن. خانوما وقتی راه میرن تو عرض تو خیابون تو این وقت یه جوری پاهاشون نکوبن به زمین، یه جوری راه نرن که لیعلم ما یخفین من زینتهن، زینتالاتی که بستن مثلا تو خلخال به پاشون میبستن خانمای عرب و اینا، یه جوری راه نرید که یه حرکت، یه صدا، یه چیزی که باز تحریک جنسی به یک علامت جنسی باشه برای من. من عرضمو با این جمله ختم میکنم. قرآن و دین دعوت میکند به دو چیز، یک حیا و عفت و تقوای جنسی در زن و مرد، دو نفی رهبانیت و ریاضت و محرومیت جنسی و دعوت به تمتع جنسی متعادل اخلاقی مشروع. زن بدون حجاب ارزشش فقط به سکس و به زیبایی ظاهری و به این چیزاش خواهد شد، و تا وقتی که جاذبه های اینجوری برای مردانه مردان داره محترمه، این جاذبهش که از دست رفت، مثلا سنش بالا رفت و یک زن دیگه پیدا شد که زیباییش از این بیشتر بود، این معنیش اینه که دیگه تو ارزشی نداری. و لذا توی این فرهنگ غربی اینجوری زنان مدام دنبال این باید بیچاره ها باشن، خودمو باید لاغر نگه دارم، خودمو بهم برسم، آرایش کنم، نمیدونم ابرومو چیکار کنم، لبمو عمل کنم، فلان جا جراحی کنم، صورتمو جراحی کنم، نمیدونم چشممو چیکار بکنم که این از چشم این آقایون نیفتم. برای که میدونه بیچاره اگر یک کمی از این وضعیت بیفته دماغش سه بار چهار بار تو فرهنگ ما متاسفانه اومده، یه همطور دماغی که پشت دماغ داره عمل میشه. یه وقت تو تلویزیون یه خانم نشون داد دماغش تموم شده بود. نه جدی میگم ها، تو واقعا رفته بود از پزشک شکایت، نمیدونم شما دیدین یا نه، از پزشک شکایت که از بسی دماغ رو همطور تیکه تیکه کرده بود دیگه تر چیزی نمونده بود بیچاره. خب خیال میکنه مشکلش تو دماغشه. بابا این حالا مگر ازدواج تو عالم میشه، مگه اینا دماغ ندارن؟